با درود بچه هم وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 14 از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه مدت 1.5 ساعت خدمت شما هستم. اجازه بدید که یک حافظ خدمت شما بخوانم. اجازه بدید گزارش بدم خدمت. در این چند روز گذشته ما در شهر هیوستون بودیم. در باب شهر هیوستون پیش از این هم صحبت کردم، یک تاریخچه کوچیک خدمتون دارم. در قطر جنوبی ایالت بسیار بزرگ تگزاس هست، به نام جنرال سم هیوستون نامگذاری شده است. این کشور بر محور سابقه تاریخی و ملت آمریکا گردش میکنه. اعیادش، تعطیلاتش، نامها، کسی که هر کسی خدمتی به این کشور کرده است حتما نام از او در یک جایی هست. و سم هیوستون یکی از افتخارات تگزاس هست. تنها کسی است که از 2 ایالت نمایندگی گرفته و همون کسی است که در واقع سپاه مکزیک رو بعد از فاجعه آلامو شکست داد و استقلال تگزاس رو گرفت. نام بلندی است، مجسمه ها از او هست و شهر هیوستون به نام جنرال سم هیوستون عرض کنم که برقرار هست. در کشور ما چیزی نیست، ما مملکتی نبودیم، ما کسی نبودیم، ما همش بیابانی بودیم تا اینکه از اون سوی دجله آمدن دوستان لخت و اور و دوز و اینا آمدن. امروز همه این کشور به نام اینهاست. ما ایرانی ما چیزی نداشتیم، ما کسی نبودیم آقا. بله، نشسته بودیم که حبیب ابن مظاهر بیاد ما رو آدم کن. به قول خمینی گفت 10,000 عرب آمد ما رو آدم کنه. خیلی خیلی داستان ما هموطنان غم انگیز است. این تراژدی که بر ایران رفته ناگفتنی است. این حوادثی که در ایران گذشته در این 30 سال گذشته ناگفتنی است، ناگفتنی است. با این لغات و مصطلحاتی که ما در زبان پارسی داریم بیان نمیشه، به زبان انگلیسی هم بیان نمیشود. یک زبان جدید باید اختراع بشود تا بشود توضیح داد چه گذشته بر ملت ایران، چه مایه فرومایگی و رذالت و پستی و جنایت در این مملکت شده در این روزگاران. به خدا سوگند بعضی این چیزها رو انسان میشنود میخواد نمیدونم اول باور نمیکنه، بعد دوچار درد و رنج نگفتنی میشود. که فرض کنید یک دختر نازنین ایرانی کاریکاتوریست بیاید و چهار تا کاریکاتور که در همه جای دنیا از رجال، از هنرپیشگان، از مشاهیر میکشند کشیده. حالا اینا که کاریکاتورشون کشیده شده، یک مو جنایتکار دوست در این مجلس، شما فکر کنید نمایندگان ملت هستن؟ اینها که مدرس و تقی‌زاده نیستن که، اینا که دکتر مصدق نیستن که، اینا یک مش دوست هستن در این مجلس نشستن. دزد بی اختیار. بعد کاریکاتور اینا رو بکشی، این دختر نازنین رو، این عرض کنن که بانوی هنرمند رو ببرن محاکمه بکنن، 12 سال زندان او رو محکوم بکنن، بعد با وکیلش دست بده به عنوان تشکر، اینها چوب رو بزنه به زمین اون جنایتکار فاشیستی که به عنوان قاضی، چه قاضی. آقا میخوام به شما بگم که گذشته همین تاریخ خلفا بدین وجه نبوده. آقا هارون الرشید می نشست مقابل قاضی، شاکی هم می نشست می گفت قاضی نگاه نکن که من خلیفه هستم، به من احترام و اعزازی نکن به خاطر اینکه من خلیفه مسلمین هستم، امپراتوری منطقه هستم. من به عنوان یک آدم مقابل شما نشستم، حق رو قضاوت کن. بدین گونه بوده حدود 1,000 سال پیش. حالا ببینید قاضی که چماقشو به زمین زده که همه چیز باطل شد، زنای ناقص اتفاق افتاد، این خانم با این آقا دست داد.
خب این چگونه کشوری است، این چگونه رژیمی است، این چگونه دولتی است، این چگونه عدالتی است، ما باید چه بکنیم واقعا از دست اینها؟ اینها از جان ملت ما چه میخواهند؟ از ایران زمین چه طلبی دارند؟ اینها یک مش گدا بودند کنج این مدارس، اوقاف میخوردند و مال نمیدونم حرام میخوردند، چون حقشان نبود که بخورن این گردن کلفتان، این گردن ستبران به قول مرحوم کسروی. حالا حاکم شدن به جان و مال و شرف ملت ایران و چنان عمل میکنن که گویی اینجا یک بیابانی بوده است، مردمان وحشی اینجا زندگی میکردن، اینا اونا را اسیر کردن به برگی کشیده. ایران زمین، ایران زمین محل تولید اولین مدنیت حقیقی جهان، نخستین ملت تاریخی جهان به قول هگل در اون کتاب بسیار مهمش فلسفه تاریخ، مولد بزرگان، دلاوران، بنیانگذاران امپراتوری های بزرگ، انسان هایی که به لحاظ معنویت عرض کردم باید این پیغمبران بیان پیش اینا درس بخوانن، زانو بزنن. گفت این کشور از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. عمر این ملت طولانی تر از عمر تو آخوند خواهد بود. حکومت آخوندی را عرض میکنم. این دریای خونی که حائل هست بین ملت بزرگ ایران با این جانوران جنایتکار خشک نخواهد شد، آرام است. روزی امواج این دریای خون که بین ملت هست و اینا رو در خود فرو خواهد کشید. من در این گونه هیچ شک و تردیدی ندارم. این سرزمین بزرگ، این یادگار ارجمند شده است مقتل آزادگان و دلاوران و محل سقوط شرافت انسانی شده است امروز. به این پستی و رذالت در هیچ جای تاریخ واقعا سابقه ندارد. باری وظیفه ماست که در واقع راههایی بیابیم در مبارزه با اینها، تسلیم نشویم. وظیفه ماست که کشور رو نجات بدیم از دست این. به امید کسی هم نبایستی نشست. باری ما در دالاس در هیوستن تگزاس بودیم، استقبال واقعا چشمگیر بود در جلسه ای که ما داشتیم. دوستان بسیار نازنین و بزرگوار ما در اونجا، خیشان عزیز من در اونجا که این مدت من نزد این خیشانم بودم در هیوستن، و دوستان نازنینی که همواره پشتیبان سرزمین جاوید بودند، و دوستان عزیز بسیار جدیدی یافتیم و سفر بسیار پربار بود. من بسیار سپاسگزارم از جمعی کسانی که در برقراری اون جلسه زحمت کشیدن. بخوام نام ببرم بسیار هستن، از بیم اون که نامی از زبان نیفتد من همینطور به طور خلاصه از همه اونها سپاسگزاری میکنم و حقیقتا سنگ تمام گذاشتن، به ما هم بسیار خوش گذشت و مراتب سپاسگزاری خودم رو اینجا اعلام کنم. خب اجازه بفرمایید که من یک غزل از حافظ بخوانم. غزل حزینی است در مرگ دوستی که بعد خدمتتون توضیح میدم که چه بوده است داستان، شأن نزول این غزل چه بوده است در واقع، یا علت سرودن غزل باید درست بگوییم. چون شأن نزول یک مغلطه است، نزول چه چیزی؟ شأن نزول این آیه این بوده، آقا دست بردار، این قرن 21 هست، یه مرد یک چیزهایی می نوشته می داده به دست عراق، نزول از آسمان. خیلی خوب بگذاریم. می‌فرماید یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راست چون سوسن و گل بر اثر صحبت پاک بر زبان بود مرا،
اون چه تو را در دل بود، این منتهای نزدیکی بین دو دوست این هست که بدون بیان سخن گفته میشه. در واقع راز چون سوسن و گل بر اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون چه تو را در دل بود. دل چه از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح اون چه بر او مشکل بود. آه از اون جور و تطاول که در این دام گه است، آه از اون سوز و نیازی که در اون محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشی، ولی دولت مستعجل بود. دیدی اون قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. بله، راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشی، ولی دولت مستعجل. خدمت شما عرض کنم دوران حافظ دوران پرآشوبی بوده است، دوران پرتطور، و شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو سالها در اونجا اجداد او پادشاهی کردن و شیراز، و حافظ در روزگار این شاه شیخ ابو اسحاق میزیسته و بسیار به هم نزدیک بودن، از سخنش پیداست. و مناقشات بود بین این مرد و امیر مبارزالدین محمد از خاندان مظفری که در یزد و کرمان و اونسو حکومت داشت و چندین بار لشکرکشی شد، سرانجام او پیروز شد. یه آدمی بود مثل خمینی، این که دائم حافظ به محتسب اشاره می کند، مستقیم و غیر مستقیم، و طعنه ها می زند به او. منظور همین همین امیر مبارزالدین محمد هست، یک مرد خوش مغز دینی عرض کنم که خونریز، آدم دینی وجدان نداره، آدم ایدئولوگ وجدان ندارد. آدم ایدئولوگ عرض میکنم میتواند یک جنایتکار کاملا بی وجدانی باشد. شما این قاتلای توی این زندان ها رو برید باشون صحبت کنید، شاید 80% اظهار پشیمانی میکنن، اما قاتل دینی مفتخر هم هست. ببخشید، قاتل دینی مفتخر هم هست. چرا؟ به جهت این که به مقصود نزدیکی به خدا، قرب به حق جنایت میکند، بنابراین پشیمانی که ندارد، هیچی نشاط هم در او هست. عرض کردم بارها این کلید این قضیه در یک سخن حضرت علی است در نهج البلاغه. میگوید در روزگار کشتار ما مثل گاوهای وحشی، میگوید، به برادران خود حمله می کردیم، سر اینها رو می بریدیم، خوشحال هم بودیم. این خوشحالی، این گونه خوشحالی رو از چنین عملی فقط ایدئولوژی می داد. حالا ممکن است دین باشد یا سرسپردگی به مارکس باشد، هر ایدئولوژی باشد. بنابراین کثیف‌ترین جنایتکار جنایتکار دینی است، دستش تا اینجا به خون آلوده است، خوشحال هم هست، یعنی انسانیت از میان بر میخیزد. این آقای مبارزالدین همین بود،
آمد در شیراز، این بیچاره شکست خورد و گریخت. گریخت رفت به اصفهان، در یک تنوری پنهان شد. بعد خلاصه او را آوردن به شیراز و ایران دوست خیلی خیلی در واقع بزرگی بود این شاه شیخ ابوالاسحاق. گفته بود بنایی در شیراز بسازم که دیگر مردم به دیدار حج نروند، و خود او شخصا می آمد و کمک می کرد، همه مردم شیراز کمک می کردن. بنای فوق العاده ای بوده، ناتمام مانده. عبید زاکانی که معاصر از معاصرین حافظ هست و او هم با دستگاه شاه شیخ ابوالاسحاق آشنایی داشته، و می گویند حافظ رو او معرفی کرده است در دستگاه شاه شیخ ابوالاسحاق، چندین شعر در باب اون بنا گفته است. اما بنا نیمه تمام موند و اون مردک دینی، همون گونه که اینها میخوان تخت جمشید رو خراب بکنند و سایر آثار ایرانی رو از بین ببرند، اون بنا رو تخریب کرده از بین برده. این مرد بزرگ رو هم از اصفهان بردن پیش او. در شیراز سر چهارراه ایستاده بود، گفت فلان کس رو تو کشتی؟ گفت به دستور ما بوده است. حالا معلوم نیست اون چیکار کرده بوده. و خلاصه او رو سر بریدن، دوست حافظ رو. این غزل که راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، در واقع اشاره مستقیم هست به کشتن شاه شیخ ابوالاسحاق از خاندان اینجو. کشور ما کشور ساختن بوده است و خراب کردن، ساختن ایرانیان و خراب کردنش توسط بیگانگان. هخامنشیان ساختن و خراب شد، ساسانیان، اشکانیان، هر کس آمد ساخت به وجهی تخریب شد. اما اون مخربان رفتن. امروز ما یک نیروی مخرب داریم در مملکت ما به نام نیروی مخرب آخوندی. مخرب همه چیز هست، مخرب هنر، مخرب استعداد، مخرب سرزمین ها، مخرب دریاچه ها، مخرب تاریخ، مخرب هستن اینا که مردمان سازنده ای نیستن. نگاه کنی به تاریخشون، در تاریخ آخوندی شما یک کتاب پیدا نمی کنید قابل خواندن. هر چی گفتن اینا دروغ و لاتائل بوده، دروغ بوده است و لاتائل. مردم ایران امروز در یک زندانی به وسعت 1,648,000 کیلومتر مربع زندگی میکنند. داستان جنایاتی که من به طور روزمره میشنوم در ایران به روز خانواده ها آوردن، سالهای 61 بگیرید تا 67 و 68 و اینها، نگفتنیست. واقعا نگفتنیست. اهریمن بر سرزمین ایران عرض میکنم که چیره شده. این پیشبینی زرتشت کبیر هست و اساس فلسفه او هم بر این هست که دو نیروی بزرگ در این جهان مقابل یکدیگر هستند، گاهی این گاهی اون پیروز میشود، نیروی یزدانی و نیروی شیطانی، که اینها در مبارزه هستند. و زرتشت آمده است به ما بیاموزد که چگونه با نیروی شیطانی مبارزه بکنیم. و سرانجام این نیروی یزدانی است، سپن تا مینو و انگر مینو، اینها دو نیرو هستند. امروز انگر مینو بر سرزمین ما چیره شده است. همه خدمتتون عرض کنم که من در این یک هفته ایست که از دفتر و کتاب و مطلب اینها دور بودن، به خوشی خنک ها گذشته است.
امروز میخواهم که در خدمت شما باشم. لطفا خط تلفن رو اعلام کنید، هموطنان زنگ بزنن با هم صحبت کنیم. حتما شما سوالاتی دارید و چیزها، هر از گاهی ما باید این خط رو باز کنیم. اجازه بدید قبل از اینکه برویم و با شما صحبت کنیم، یک قطعه خیلی ارجمند به دست من رسیده که هموطن بختیاری شاهنامه خوانی کرده، اما بزرگان بختیاری رو در تصویر نشان دادن. بی اندازه صدای این خردمال ما زیبا و دلاویز هست و من از آقای قلعه سردی دوست عزیزم که حتما صدای من رو میشنوند خواهش میکنم این دوست رو به من معرفی کنن، یه واسطه ارتباطی باشد. من سالهاست که جستجوگر یک چنین صدایی بودم. اجازه بدید اون بشنویم و برگردیم. نگاه کنید به رجال بزرگ بختیاری، که اینا همه رجال نیستن، تعدادی از مردان بزرگ بختیاری که این عکس ها مربوط است عمدتا به دوره مشروطه. توجه بفرمایید، خیلی خیلی زیبا زیباست این قطعه. برمیگردیم خدمت رو با شما صحبت کنیم. جهان آی جهان آی، مگر کوری گشت یکر برو بهده جای شیران نریدار. کجا رفت اسکندر فیروز، کجا گیو بود در زبهرام توس، کجا رفت ایوان افراسیاب که تا جش زدی تنه بر آفتاب، کجا رفت تهمورس دیوبند که دیوان گرفتی به خم کمند، کجا رفت رستم خداوند رخش سر سرفرازان یل تاویج بخش، کجا رفت این ها که گفتم بگوی، تو خود می روی می زنی پوی پوی. کجا رستم و زال سیمرغ و سام، فریدون و فرهنگ و جمشید و جایلی، کجا رفت رستم خداوند رخش سر سر فرازان یل تاج بخش، کجا آن بزرگان با تاج و تخت، کجا آن سواران پیروز بخت، کجا رفت این ها که گفتم بگوی، تو خود می روی می زنی پوی پوی. با درود بر شما وطنان گرامی، این نوار رو و این تیکه رو دوستان در هیوستون رو من نشون دادن. چندین بار شنیدم، بسیار بسیار زیبا خونده و شاهنامه خوندن در بختیاری به همین شیوه است. در واقع این موسیقی کمک میکند به تخیل. اجازه فرمایید. هلو،
درود بر شما، بفرمایید قربان. خسته نباشین، میخواستم در مورد صحبت که میفهمونیم دشمنهایی که الان تو ایران حاکم هستن دشمن خودی هستن، یعنی همسایه ما هستن، مال خودمونن. آقای خامنه‌ای ایرانیه، دشمن ایرانیه، شکل خودمونه. بله همینجوره. چطور خودتا یک بار هم از جنوب، یعنی دو بار از جنوبانی شدیدم که شراب اگه گرم بکنی الکلش میپره. بله. حضورتون ارز کنم که در آلمان در همین ایام شراب رو داغ میکنن تا به مرز جوش برسه، نمیذارن بجوشه. خب. چای معمولی رو با دارچین و پرتقال یا لیمو با پوست سرغرغه میکنن و میخک و اینا دم میکنن میذارن سر، چه بد به این شراب اضافه میکنن. البته چایی که درست کردن با این موادی که هستیم خدمتون میزنم زرد میشه، بعد اضافه میکنم به همین شراب، بعد عرض میشه به خدمت شما، نمیزنم به نقطه جوش برسه. این رو با شیرنی، شیرنی های در همین ایام خدمت با این نقطه ما میگیم اینجا، البته به توی پنجو میزن یه مقدار هم شکر باشه کنن، بهش میگن تون میخورم و الکلش هم از بین نمیده. این هم عزیز و ممنون قربان شما، خیلی لطف فرمودید. دوست عزیز من، هر مایعی یک نقطه جوش داره، یعنی به اون نقطه که برسه میجوشه. الکل نقطه جوشش حدود 45-46 درجه سانتیگراد، آب نقطه جوشش 100 در سطح دریا. بنابراین اگر شما مایه ای رو گرم کنید که از نقطه جوش الکل بالا بره، اگه من درست خاطر آورده شدم، حتما الکلش تشریف میبرند و بالا. حالا در کتفی آلمان ها چه میگذره بنده نمیدونم، اما علم رو که نمیشود که نفی کرد دوست من. یعنی شما میخواهید که شراب رو تقطیر کنید، کنیاک ازش بسازید، حرارت رو طوری میگیرید که آب قاطیش نشه، در نقطه جوشه الکل اتیلیک نگه میدارید، CH3CH2OH که فرمول شیمیاییش هست، فرمول زنجیریش هست، در اون نقطه نگه میدارید، تقطیر میشه، بخار میشه، میره تو لوله، میره لوله رو هم سر نگه میدارن، تقطیر میشه، چکه چکه میاد اون تو، بعد میزید در لیوان نوش جام میکن. حالا در قوری آلمان ها چه میذاره بنده اطلاع ندارم. آره هموطنی هم بودن قطع کرد. بله فرمول خوبی دادید، شاید هموطنان از شما پند بگیرن در ایران هم هلو و در ایران هم بسازن. حالا داستانی، خب خود این مطلب هم مطلب جدیست، در واقع این مطلب شوخی نیست. در جامعه در ایران ما آخوندها آمدن میخانه ها رو بس مخالف اسلام. خب از روسپی گری هم خواستن جلوگیری بکنن و جاهایی بود و محلهایی بود تاریخی از روزگاران قدیم و اینا رو هم بلدوزر انداختن رضا کردن. تعداد عرق‌خورا بیشتر شده، فحشا هم شاید 500 برابر روزگار قدیم شده. این هم چیز اسلامشون. بفهم قربان، این از که این می رو عرض کردم از دست ایرانی جماعت نمیشود گرفت، خودشون میسازن از انواع و انواع و اقسام طرق، از انگور، از کشمش، از سیب، نمیدونم از چغندر، هر طور شده ایرانی بایستی حتما. هلو بفرمایید قربان شما، بفرمایید عزیزم. حال شما من یه خواهش از شما دارم جونم. صدای من پخش میشه؟ بله بله صدایتون پخش میشه، بفرمایید. بله یه خواهش از شما دارم و اونم اینه که تصور بفرمایید که شما وارد یک کوچه میشید،
که در این کوچه خونه های زیادی دیوار به دیوار هم دیگه است. شما وارد خونه اول میشید، میبینید یه خونه خیلی تمیز و مرتب با فرش چیده شده و همه چی مرتب. از این خونه در میاد، میرید خونه بغلی، میبینید که اوه چه خونه کری کثیفی و از در دیوار سوسک میره بالا و حساب خونه است به بدن شپش و رو در دیوار ساس و این حرفا. از اون خونه در میاد، میرید خونه بغلی، باز خونه بغلی تمیزه، باز میرید خونه بغلی، میبینید که همینطور صاحب خونه شپش در بدنش ساسه. بعد که صحبت میکنی با صاحب خونه، میبینی که صاحب خونه گله میکنه، میگه آقا بر پدر هرچی ساس و شپش و مار و عقربه لعنت، خدا این ساس و شپش رو بکشه که ما رو به این روز انداخته. حالا من میخوام از شما با این به قول معروف زمینه اینو بپرسم، به قول معروف جایز است که این حرف رو از این صاحبخونه قبول کرد؟ منظور من اینه که ساس و شپش و مار و عقرب زاده شدن که خون بمیکن. اگر شما ساس و شپش دیدید که خون نمیکی، در این صورت دیگه اون ساس و شپش نیست، اون طبیعت، اصلا شپش طبیعتش اینه که قربانی داستان شپش رو کوتاه کنید، مطلبتون رو بفرمایید. بله، من منظور من اینه که چطور میشه که ما در ایران همش معتقد هستیم به این که مشکل از آخونده است، مشکل از آخونده است. من میخوام با این مقدمه، منظور من این بود که بگم ما خودمون مقصر هستیم، ما آلوده شدیم، ما فرهنگمون در نهایت غنی بودن و کهن بودنش اما آلوده شده و متاسفانه ملت امروز ما اون خونه ای هستش که در دیوار خونش یه خود آلوده شده، شیپش به جانجونش افتاده. خیلی ممنون عزیزم، من متشکرم عزیزم. این ساز و شپش چیه داستان در این مسئله؟ بهتر نه نداشتیم بزنید این تخیلتون یه خورده حرکت بدید، آقا چیز زیباتری بگید. بفرمه قربان. الو الو، بله صدا نمیاد جناب استاد. سلام عرض کردم. سلام بر شما، قربان شما، بفرمایید. جناب استاد، امروز که من همین داستان این دخترک شنیدم، من خودم اهل افغانستان هستم، گاهی با شما تماس میگیرم، از شما خیلی آموختم. خواهش میکنم جناب استاد، این دخترکی که کاریکاتور کشیده بود شنیدم، دلم به درد آمد، خیلی ناراحت شدم. بله. بعد این قاضی بیخرد پرمغز نادون که به این حبس بریده، این هم من ناراحت ساخت. حالا سوال من جناب استاد، چون شما در هر موضوع اطلاع دارین و واقعا شما استاد در برای فارسی زبان جهان شما نعمتی هستین. خواهش میکنم. خداوند شما رو عمر طولانی و صحت بده و از دست از این جاهلای کرمغز آدم کش خدا شما رو نجات بده. به هر صورت اون خدایی که من میپرستم خدا ایشون نیست، شما چیز نه متوجه، میخواستم شما رو متوجه بسازم که من خدای من خدای این آخوندهای بیخرد نیست. زنده باد. جناب استاد یک سوالی از شما داشتم، میخواستم از شما بپرسم که تا چی وقت، تا کی این کورمغزای نادون بیخرد خرد باخته، تا چی وقت افغانستان ببینین، اون پاکستان جاهل ببینین، مردمای نادون آدم کشین ایران ببینین؟ مسائل جهان شما بهتر میدونین، همه عراق، سوریه، همه جا، این تا چی وقت جنون داره؟ این سوال من بود. تا چه وقت دوام داره؟ بله، تا چه وقت ما انسان ها گرفتار این بله، جاهلان بله. نادون باشیم، تا چه وقت جناب استاد؟ بله بله، خیلی ممنونم عزیزم، خیلی لطف فرمودین. این سوال اگه لطف کنیم جواب بدیم. قربون شما عزیزم. بله ببینید، خب من که غیبگو نیستم که خدمتون
پیشبینی کنم که آینده چه خواهد شد، اما یه چیز رو میدونم و اون این که همواره نیروهای مخرب و ارتجاعی مترصد گرفتن قدرت و کنترل مردم بودن. ملت بیدار نگذاشتن، ملت بیدار نگذاشتن. این وظیفه کشورها هست، مردم هست، توده های مردم هست که در واقع مبارزه بکنند با این جریانات ارتجاعی و کشورها را نجات بدن. منتظر کمک خارجی هم نباشند، به جهت اینکه خارجی در جستجوی منافع خودش به یک در واقع چهره مخربتری تبدیل می شود. نگاه کنید به عراق و بعض سوریه و اینها، این جهالتی که بعضی این رئیس جمهورهای آمریکا به خرج دادن، ببینید چه بلایی به روز مردم آوردن اونجا، فقط به صرف اینکه جاهل بودن یا خواستن قدرت نمایی بکنن. این دست مردم هست. این آمریکایی که ما درش زندگی میکنیم با این کانادا همسایه است. اینا 230 سال پیش آمدن گفتن آقا ما قبول نمیکنیم، این مایه ننگ ماست که منشینیم و یکیسی در انگلیس بر ما حکمرانی بکند و ما از اینها رو بیرون کنیم. آمدن و با به کار بردن در واقع قوه قهریه شکست دادن، انگلیس ها رو بیرون کردن و استقلال رسیدن. هنوز در کانادا در واقع روی پول کانادایی نگاه کنین عکس ملکه هست. ملکه چه کار هست در کانادا؟ مشترک المنافع. آخه انگلیس یک وجبی در دریای شمال چه نفعی میتواند برساند به کانادای نمیدونم بیشتر از 10 میلیون کیلومتر مربع؟ مردم باید این کارها رو بکنن. این وظیفه مردم هست واقعا. مردم از چه طریق میتوانند؟ از طریق اتفاق و اتحاد و مهربانی در حق هم و این درد بزرگ بزرگ رو مشترک دانستن و به هم پیوستن تا بتوانند که این نیروهای جاهلی که شما فرمودید سر جاشون بنشانند و یک سیستم عادلانه دموکراتیک برای همه مردم. حاکمیت متعلق به مردم هست. آقا کشور باید داره قانون باشه، عدالت خانه. این سیستم جهنمی که در ایران درست کردن صرفا برای نگهداشت آخوند در قدرت بوده، چون طعم قدرت رو چشیده باورش نمیشد این آخوند روزخان کنار خیابان ها سر نمیدونم چهار راه قرآن میخواند، یک روزه میخواند، حسینی میکشت و یک پنجتومانی میگرفت. وضعیت کشور ما به قدری بد بود، به لحاظ سیاسی به قدری ضعیف بود و اون چنان دچار خلع سیاسی شده بود که اینا توازن هر کشور شرط خودش رو داره. البته این وضعیت کشور ما بود متاسفم. اگه یکی دو حزب چند میلیونی بودن که رجال سیاسی و رهبران بودن که اتفاق نمی افتاد. آقای خمینی باورش نمی شد، میگو من میرم قوم، من یک طلبه هستم. آمد دید نه آقا راه بازه. ازه برید سپر جان یک موسیقی ایرانی پخش بفرمایید، ما برمیم باید گردیم خدمت هموطنان باشیم. با درود بر شما هموطنان گرامی. یک اشاره من کردم به کشورهای جعلی. دوستی زنگ زدن که آقا یکی از جعلی ترین کشورها ترکیه است. درست میگن. خود آتاتورک من دارم کشور جعلی درست میکنم. این حرف رو به دکتر قاسم غنی گفته یا آقا ما نه تاریخی داریم اینجا، نه زبان داریم، نه فرهنگی داشتیم، اینا با جعل همش با جعل بوده خلاصه مطلب. حالا شما با مهمت گفتن محمد مثلا خواستن زبان بسازن. آقا این داستانی بوده که دیگه همه میدانن دیگه. و در واقع
به زور بالاخره آتاتور توانست جمع و جور بکنه و کشوری بسازه برای خودش و اینجور داستان ها. و امروز میگن کشور تازه میگن که ما اروپایی هم هستیم و به ایرانی هم خیلی چیز نگاه میکنن و به عربا و فلان و اینا. اما این بیچاره خیلی زحمت کشی که این کار انجام بده و به انجام هم رسونده، ولی خب به هر صورت داستانیست که هست. دوستی خیلی ناراحت بودن به من اشاره میکردن و حرفشون درست بود. اجازه بدید. الو بفرمایید. قربان شما عزیزم جون. زنگ میزنن یه مقدار جالب نیست زیاد و در شأن شما اینقدر به اندازه همون خردمارایی که اول برنامه صحبتتون کردی شاید هم خیلی بالاتر از اون هست، یعنی در شأن شما نیست جواب تلفن واقعا میگم شما خیلی خیلی بزرگتر از اونی هستی که خب حیف، فقط حیف که ارزش شما رو کشور ما نمیدونه. خواهش میکنم عزیزم، من یکی از علاقه مندان شما هستم. شما لطف دارین عزیزم، قربونت برم. من خورده مارتم هستم، قربونت. فدای شما، خیلی خوشحال شدم. قربونت، خواهش میکنم. قربون شما، لطفتون کم نشه، خیلی لطف کردی. الو دوستان خودشون با خودشون دارن صحبت، ما رو فراموش کرد، کاری هم نمیشه که. خدمت رو عرض کنم که ما اینجا صحبت میکنیم، یه بلنگوی هست اینجا، یک دوربینی هم هست اینجا و با شما هموطنان افتخار صحبت داریم. یعنی در واقع سعادتی بالاتر از این نیست. هر موقع من خدمت شما هستم حس سعادت میکنم. چرا؟ چون با شما دارم صحبت میکنم، با هموطنانم دارم صحبت میکنم. اما خب ما متکلم بحثی نباید باشیم، بایستی بعض اوقات خط رو باز کنیم، هموطنان سخن بگن، اگر پیشنهادی دارن، اگر ارشادی دارن، اگر در واقع مشکلی دارن، اگر که سوالی هست، پیشنهادی هست، اینها این خط ارتباطی بایستی باز باشه. الو بفرمایید. الو سلام بفرمایید. ببخشید جناب مشیری، خدمتتون عرض کنم که شما یه بار گفتید که علت بدبختی و علت استبداد خود استبداده. بله بفرمایید. من این عبارت یادم نیست. شما فرمودید که علت استبداد معلوله، یه رفتاره. نه شما خودتون عزیزم. بله خب بفرمایید، خب حرفتون رو بفرمایید. آره یه رفتاره، علت اساسیش نهاد حیوانی ماست. ما حیوان آدمی هستیم، چون ما کنترلی بر نهاد حیوانیمون نداریم، چون نمیشناسیمش، به خاطر همین هم از باورهایی رو که ما بهش آویزون میشیم، یعنی ایدئولوژی های کاذب، یعنی هستی شناسی های کاذب، هم تنها شکل استبداد رفتار ما رو تعیین میکنه. در صورتی که نهاد حیوانی ما ماهیت استبداد ما رو تعیین میکنه و ماهیت شکل اون باورهای ایدئولوژیک ماست. شما میبینید که ماورایی و تمام ایدئولوژی های غیر ماورایی مثل مارکسیسم استبداد تولید میکنن، اما به این مفهوم نیست که ایدئولوژی استبداد تولید میکنن. ماهیت حیوانی ماست، یعنی این ایدئولوژی ها بر بستر ماهیت حیوانی ماست که شکل استبداد تعیین میکنه. ماهیت ما اساساً زیربنای
استبداد رفتاری ذهنی و اخلاقی. من هرگز نشنیدم که گفته بشه این نهاد حیوانی ماست، ما حیوان آدمی هستیم، ما برای رسیدن به انسانیت باید آگاه بشیم، به خودآگاهی بیاییم. یعنی رفتار خود ناخودآگاه ما امروز بر ما حاکمه. ما در تاریخ فلسفه سیاسی این داستان نهاد حیوانی رو ما این ندیدیم. حالا شما میفرمایید نظر شماست عزیزم. آدم ها یک روز غارنشین بودن، بعد آمدند و اجتماعات به لحاظ نیازهای انسانی اجتماعات ساختن، بعد متوجه به این شدن که یک ساختاری بایستی جامعه رو اداره بکنه. این است که داستان سیاست پیش آمد و خب از ابتدا طبیعتاً یک کسی به قدرت میرسیده و شیوه خودش اداره میکرده. بعد آدم مدرن دید این شیوه عقلانی نیست. عقلانی نیست که یک نفر برای جامعه فکر بکنه و استبداد به طور فزایندهی فاسد میشه. یعنی هیچ استبدادی نیست که رو به بهبود و ترقی داشته باشه، ما سراغ نداریم. استبداد به طور فزایندهی فاسد میشه و بعد سقوط میکنه و بعد حکومتی دیگر، حالا بستگی به شرایط اجتماعی و درک کلی جامعه از سیاست، یک مستبدی دیگر. گرفتاری ما ایرانیان خیلی 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 بیشتر از بسیاری از کشورها بوده. خیلی کشورها خیلی به راحتی دموکراتیک شد. ما تشنه آزادی هستیم، اما نتوانستیم که یک حکومت ملی دموکراتیک برای کشور خود بیاوریم. نتوانستیم. مشکلات هم عدیده بوده در واقع، که چرا ما نتوانستیم، چرا سایرین توانستن، چرا هند توانسته دموکراتیک بشود و امروز بزرگترین دموکراسی روی زمین است و ما ایرانیان با این همه سابقه تاریخی و این همه سابقه فرهنگی و اعتقاد به این که آقا حاکمیت ملی راه چاره ماست، ما نتوانستیم به جایی برسیم. تقریبا تاریخ تلاش ما برای به دست آوردن حاکمیت ملی و قانون تقریبا کمتر اندکی از اندازه تاریخ دموکراسی آمریکاست. این آمریکایی ها انگلیس ها رو که بیرون راندن، بلا فاصله اینها مشغول شدن به اینکه دولتی علمی و دموکراتیک و سکولار به وجود بیاورن. 240 سال پیش 1776. اما برای ما این یک داستان شگفت‌انگیزی شده، بسیار داستان غم‌انگیزی شده. بفرمایید جان قربان. برنامه تکراری ما 3-4 ماه پیشه. برنامه کی؟ برنامه شما الان که داره پخش میشه. این برنامه مال 4 ماه پیشه؟ من نمیدونم، دست آقای اتاق فرمان آقای جمهوری پارسال گفته، آقای شجره زنگ زدیم که آقای برنامه ما 2 ماه پیشه. آقا امروز عرض کردم، من ابتدای سخن عرض کردم، امروز روز 14 دسامبر 2015 است. شما میفرمایید ما 4 ماه پیشه؟ شما از اتاق فرمان سوال بکنید آقا جون. ببین من آقا زنگ زدم گفته برنامه تکراری ما اشتباه بوده، ببخشید، حتما اشتباه شده. بله اشتباه شده قربان. بفرمایید. قربان شما بفرمایید. الو سلام عرض. جون
ممنونم عزیزم. عرض شود که خواستم به عنوان یک هموطن از زحمات شما، از اینکه این همه سالیان سال ما ایرانیان و بخصوص خود من یکی به عنوان شاگردتون رو روشن بکنید در مورد مسائل سیاسی، تاریخی، ادبی، فرهنگی، صمیما سپاسگزاری بکنم و بهتون دست مریضا بگم. ممنونم عزیزم. شما میتونی گوشی رو نگه دارین، یه خلاصه خبر بایستی پخش بشه، یکی دو دقیقه بیشتر نیست، بعد با هم صحبت کنیم. گوشی محضرتون باشه. من پای خط میمونم. بله بله، تشریف داشته باشید. هموطنان گرامی، طبق معمول خلاصه خبری پخش خواهد شد. بعد از پخش خلاصه خبر خدمت هموطنان خواهیم بود. تو چند دقیقه دیگه. با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان توجه شما را به خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از انجام بررسی در مجلس خبرگان برای تعیین جانشین رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که اگر مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا درباره وضع محدودیت‌های تازه برای ورود به این کشور مغایر برجام یا توافق جامعه هسته‌ای باشد، ایران درباره آن اقدام خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 23 آذر ماه اعلام آمادگی کرد که اگر دولت عربستان اراده قطعی داشته باشد، ایران نیز آماده است تا زمینه‌های تغییر فضای فعلی بین دو کشور فراهم شود. ایران قرار است در ماه جاری میلادی روزانه 1,260,000 بشکه نفت خام صادر کند که رکوردی برای 6 ماه گذشته خواهد بود. نشنال جیوگرافیک با انتشار فهرستی از کشورهای جذاب برای گردشگری در سال 2016 ایران را در صدر این فهرست قرار داد. گزارش ها از نتایج اولیه مرحله دوم انتخابات منطقه فرانسه در روز یک شنبه 13 دسامبر حاکی از ناکامی حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه است. در رویداد تنش‌زای دیگری میان ترکیه و روسیه، یک ناوشکن روسی مستقر در دریای اژه به سمت یک کشتی ماهیگیری ترکیه شلیک کرده است. ترکیه امروز دوشنبه 23 آذر ماه اعلام کرد که چند روز پس از درخواست بغداد از آنکارا برای خروج فوری نیروهایش از خاک عراق، ترکیه بخشی از ارتشیان خود را از اردوگاهی در نزدیکی موسل در شمال عراق خارج کرده است. و 28مین دوره جایزه آکادمی فیلم اروپا با حضور ستاره‌های سینمای اروپا در برلین برگزار شد. این بود خلاصه ای از خبرهای این ساعت. شاد و سربلند باشید. با درود بر شما هموطنان گرامی، هموطن عزیزی از اروپا هستم. بفرمایید عزیزم. خیلی ممنون. عرض شود که خواستم اول از همه یک موضوعی را به عنوان بیننده شما، بیننده سالیان سال شما، برای بقیه بینندگان مطرح بکنم که شاید همه متوجه این موضوع نشده باشن. یکی این که در مورد مسئله ایران یک بحث داریم که بحث سیاسیه، که مثلا براندازی جمهوری اسلامی و استقرار یک دموکراسی لیبرال هست. یک بحث هم داریم که بحث فرهنگیه و اون مستحق هر ایرانی هر عقیده داره این را بیانگر بشه. من احساس میکنم که بعضی از بینندگان شما، یعنی احساس که کلمه اشتباهیست، من تجربه کردم که بعضی از بینندگان شما این دو بحث را قاطی میکنن و مثلا به شما خورده میگیرن که شما اگر مثلا طرفداری از دموکراسی میکنید و از آزادی دین و اینا چه میکنید، پس چرا به اسلام و این چیزا هم نقد میکنید؟ بارها و بارها توضیح دادین که اصلا لزومی بر این کارم نمی بود اگر اسلام عزیز آقای خمینی الان حکومت رو در دست نگرفته بود. خواستم عرض بکنم که این بحث فرهنگی و بحث سیاسی ما ایرانی بحثی از هم جدا بکنیم. هیچ کسی که خواهان براندازی جمهوری اسلامی باشه، خواهان استقرار آزادی در ایران باشه، مسلماً این را نمیخواد که اسلام یا هر دین دیگه یا هر عقیده را در جامعه قدغن بکنه. ولی به عنوان یک ایرانی شما نشستید اونجا و بیانگر یک
من خیال میکنم خیلی از ایرانیان پشتیبانی از شما خواهند کرد در موضوع و اون نقد اسلام و دستاورد، یا در هر حال دستاورد که چه ارز کنیم، ضررهای تاریخی که به کشورمون زد. بله. این را خواستم اول برای شنوندگان محترم مطرح بکنم. البته شاید بسیاری از اونها به این موضوع آگاه باشند ولی برخی نه. دوم از همه خواستم از هممیهنان محترم و عزیزم بپرسن که اصلا مقصود از اپوزیسیون، از فعالیت، از اعتراض، از خورده گرفتن به جمهوری اسلامی، از همین برنامه سرزمین جاوید شما چیست؟ مقصود چیست؟ براندازی جمهوری اسلامی باشه، مثلا اصلاح جمهوری اسلامی باشه یا هر چیزی، خودمون را واقعا مسخره کردیم، خودمون را واقعا داریم بازی میدیم. کافیست که آدم کوچکترین نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی بندازه، کافیست که آدم فقط به ساختار سیاسی این نظام بپردازه و بعد میبینی که کوچکترین اصلاح اساسی در این نظام اصلا میسر نیست. میسر نیست، بله، میسر نیست. تنها یک راه داره، اونم براندازی و بله. حالا برای براندازی، حالا شاید خیلی هم اینجا از این کلیشه هایی بگن که انقلاب مضر دیگه، نمیدونم ما خیلی انقلاب پشت سر هم کردیم، یا از این حرفایی که حالا وقتش نیست و منطقه در آشوبه و از این بحث ها، که خب اینجا فرصتش نیست من وقت شما رو زیادی بگیرم به یکا یک اینا بپردازم، ولی منظور اینه که من روی سخنم با اوناییست که طرفدار و خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستن. همین که آدم این امر را بخواد و بعد بشینه و به دوستاش و قور بزنه و یک بار به برنامه سرزمین جاوید زنگ بزنه و دیگه نمیدونم دوتا لایک رو فیسبوک بده و اینا، این نشد کار، این نشد فعالیت سیاسی، این نشد رسیدن به مقصد. ممنونم عزیزم، متشکرم. و شما سوالی نداشتید؟ خیلی متشکر عزیزم، خیلی لطف کردید. بسیار خوب، خواهش بکنم. فقط خواستم که از شما بپرسم که شما موضوع جدایی دین از سیاست در ایران، ایران فردا را دقیقا چطور میبینید؟ این نهایتا میخواستم به این سوال قربون شما. ممنونم، خیلی خیلی بزرگواری کردین، زنگ زدین عزیزم. قربونتون، خواهش. لطف کنید هموطنان، عنایت کنید. با عرض پوزش از شما بزرگواران، سخنرانی بخوام بفرمایید وقتی نداریم. عرض کردم اگر در باب مطلب چیزی هست کوتاه بفرمایید، سوالی هست بفرمایید. چیزی هم که فرمودید، ببینید وقتی که جامعه آزاد هست، بیان آزاد قید و شرط نداره. خدا رو باید نقد کرد، اسلام رو باید نقد کرد، مسیحیت رو باید نقد کرد. از نقد مسیحیت بود که سکولاریسم به وجود آمد. دوست عزیز، این اسلام عزیز آمده، خب یک لایه اول داره، چون خفقان بوده و هیچ کس جرأت این که بگه آقا چرا حق زن و مرد رو هم برابر نیست، آقا چرا این سنگسار کار کثیفیست، آقا کاری جنایت‌آمیز غیر عادیست، لایه 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 جمع شده به اینجا رسیده. جرأت نمی کرده، جرأت نمی کنه. ما هم که دیگه اینجا نشستیم نقدی میکنیم، دیگه از جان خودمونم گذشتیم. هر روز آخوندها نقشه قتل ما رو ریختن، ما روزمره. آقا تا کی بایستی تحمل کنیم؟ آقا مگه ما برده سخنان یک عرب نمیدونم 1500 سال پیشیم؟ آقا به جامعه ما داره ضرر وارد میشه، ما زیان دیدیم از این داستان، داریم زیان میبینیم از حکومت اسلامی و احکام اسلام. مملکت در رنج، مردم آقا در رنج هستن. نشاط و شادی حق مردمه، آزادی حق مردمه، آقا گرفتن حق مردم رو با این حرفای اسلامی، سر این چادر به سر کشیدن، به سر مردم و گونی به کله زنان ایران کشیدن، 1500 نفر رو اسید ریختن در همین مدت کوتاه، اسید ریختن. شما ببینید
فکر میکنم هیچ ملتی ساکت نمی نشست برای یک اسید پاشی، آرام نمی نشست. شما به این جنایت فکر بکنید، ببینید عمق جنایت کجاست. اون دختر بیچاره‌ای که به صورتش اسید ریختن، معلوم نیست که اصلا صورت داره. این جنایت رو کسی باید جوابش رو بده. در 1500 مورد اسید پاشی آیا یک نفر دستگیر شد؟ آیا یک نفر محاکمه شد؟ چگونه از کوچکترین چیزی در باب سیاست بگویید همه ضبط میشه و رد میشه و دستگیر میکنن و اداره اطلاعات و اینا. 1500 مورد کور کردن دختران مردم رو، اصلا از زندگی ساخت. مرگ بهتر از اون زندگی است. اون کسی که به صورت اسید دیخته روزی هزارم بار مرگ خودش رو طلب میکنه. هیچ کس تسکیر نشد، هیچی نبود. از آسمان ها آمده این، از اون جبرئیلان، از همون جبرئیلا که می آوردن آیات می آوردن. این جبرئیلا اسید آورده بودن. آقا الو، سلام بر شما، بفرمایید دوست عزیز. خوش باشید، من قصد مزاحمت ندارم، فقط میخوام بگم به جرأت قصد به تمام این سالهای گذشته با توجه به اعتقادات مذهبی که من بدبخت داشتم، تا حالا تنها کسی که تونست بر اعتقادات فکری من تأثیر بذاره همین گفتار شما بوده. اینو من به جرأت میگم. و ای کاش آقای مشیری یک بار، من به نمایندگی از طرف خودم میگم، نه از طرف ملت، از طرف خودم، من از شما درخواست میکنم، خواهش میکنم، حتی اگر شده به زورم که شده، شما در برنامه مذهبی روزای پنجشنبه آقای میبودی یک بار شرکت کن. آقا جوابی که پنل مذهبی رو بره، آقا ما دست مذهبی رو، آقا پدر صاحبمون در اومد بازم اینجا برنامه مذهبی برام گذاشتن. آقا ما از اسلام چه خیر دیدیم که از مسیحیت ببینیم یا از بهائیت یا از کریمیا ببینیم؟ آقا این چه برنامه چی آقا به سر مردم میارن؟ اینا میخوان ما رو چه کار بکنن؟ آقا ببین این به کجا داره میره عزیزم، کار میکنه یه آقا بیشتر از این مسائل صحبت بکنیم. همونطوری که آقای مشیری، انقلاب مذهبی خطرناکترین انقلابه که میمیشه بر علیه اون با مردم صحبت کرد بشه انقلاب کرد. بر انقلاب مذهبی نمیشه انقلاب کرد، اینو باید کار فرهنگی کرد. همون کاری که آقای خمینی دامزدلو کاری کرده، مردم باید کار بکنه. خیلی ممنون تو قربونتون برم عزیزم. ببینید، خب ببینید، من به برنامه های دیگر کاری ندارم عزیزم، من کار خودم انجام میدم. مقصود ما هم از نقد این داستان، بارها میلیون ها بار عرض کردم، آقا مردم در دین آزادن، هر کی خودش میخواد بکنن، اما حکومت دینی امری کثیفی است. کثیف‌ترین چیز عالم حکومت دینی است. از این کثیف‌تر و نجس‌تر نمیشد پیدا کرد، حالا مسیحیتش باشد یا یهودیتش باشد یا هر دینی که به حکومت برسد، کثیف‌ترین و نجس‌ترین کارها رو انجام میده در جامعه. چون اینها مربوط به آثار و قرونی هستند که دوران حماقت انسان اینها پیدا شدن. چرا حالا پیدا نمیشن؟ به جهت این کسی اینا رو باور نخواهد کرد. انسان هوشیار شده، دیگه زیر بار کسی نمیره که بگه من از آسمان آمدن. میگن لابا دیوانه شدی، حتما میبرنش بیمارستان. فرض کنی یکی آمد تو خیابه، آقا من از آسمان آمدن، جمع شد، حتما دستگیرش میکنن. مردم آزادن در دین، اما با این دین، ما با حکومت دینی مشکل داریم، ما که با دین مشکل نداریم. آقا درود بر همه، درود بر اون کسی که 50,000 بار بره به مکه، به من چه ربطی داره؟ با آزادی خواهی مخالفه اگه من بخوام با چنین چیزی مخالفت کنم. اما این اسلام عزیز هیچ نقدی از این نشده، هیچ کس بالای چشمش ابرو آقا اصلا قربان حرف خدا رو میخوای بزن، تو بهتر میدونی یا خدا؟ آقا این غلطه. آقا جان قاضی عقله، قاضی خرده، قاضی خرد انسانه. هر چیزی با خرد ناسازگار باشه باطله.
مشکل ما اینجاست دوست گرامی. هلو، من عذر میخوام از ده ها هموطن که آمدن که صحبتی بکنند، حرفی بزنند. متاسفانه ما یه خط داریم اینجا و با یک تن بیشتر نمیتوانیم حرف بزن. خب ببینید، کس نگوید که دوغ من ترش است. خب اگر که کسی تصور کنه که دوغش به قدر دوغ دیگر، یعنی ترش دوغش، خب دوغش رو عوض میکنه. همه اینا که چسبیدن به این ادیان، خب گمان میکنه این بهترین و جامعه ترین و کامل ترین است، در حالی که اینا هم موروثه آقا، اینا به ارث رسیده، اینا سابجکتیو آقا، اینا عقیده است، اینا که حقیقت نیست که. دین بر مبنای عقیده ساخته شده، نه بر مبنای حقیقت. حقیقتی نیست در این ادیان، هیچ حقیقتی در اینا نیست. نهایتا میخواد که یک در واقع ساختار اخلاقی درست کنه در جامعه که غالبا نتیجه عکس داده، چون اخلاقیاتش مربوط میشده به محیط زندگیش. با اینا که نمیشه حکومت کرد که. درد ما حکومت اسلامیست ها، ما با اسلامیست ها مشکل داریم. خب یه کسی میخواد فکر کنه که آقا حبیب ابن مظاهر عرض کنن که خلاصه موجودات، بره این فکر بکنه تو خونش. بفرمایید جانم، بفرمایید، بلند بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید عزیزم. جناب مشیری، الان بحث داغی سر این داعش. بله. که هر کسی میاد یه چیزی میگه، مثلا آقای اوباما میاد میگه که اسلام این نیست و اسلام صلحه، و خانم کلینتون هم میاد همینو میگه که یه خودت لاپوشالی کنن. بعضی هم میان از این برانبر میگن آقا اسلام صلح دوسته فلان، ولی واقعیت اینه که به نظر من اسلام داعش 100% اسلامیه. همونی که همون قوانینی که محمد انجام میداد، همون کارهایی که محمد انجام میداد، بله، اینا هم دارن انجام میدن. میخواستم نظر شما رو بپرسم. خیلی ادب ممنونم. ممنونم، بسیار درست فرموده عزیزم. یادتون باشه آدم سیاستمدار مثل کسی است که یک دکان بزرگی داره و میخواد مشتری داشته باشه. دکاندار سر چهار را که نمیاد بحث دینی بکنه، به مزی بحث دینی بکنی حرف عوض میکنه، میخواد مشتریاش مسیحی باشن، مسلمون باشن، یهودی باشن، زرتشتی باشن، بیدین باشن، میخواد کاسبی کنه. آدم سیاسی کاسبه، گدای رأی، و در موضعی نشسته که نمیتواند بگوید، میگوین politically incorrect. خانم کلینتون چاره ای نداره بیاد بگوید، آقای اوباما چاره ای ندارد بیاد این حرفا رو بزنه، در حالی که حقیقت امر این است که اینها کارهایی میکنن که بنیانگذاران اسلام میکردن، از این بدترش میکردن، از این بدتر میکردن، بسیار از این بدتر هم کردن، یعنی نمونهاش در تاریخ هست. اسلامی هم بوده. جهاد یعنی چی؟ یعنی کشتن مردم دیگه. شمشیرت چماغت برده بیا به جون مردم. در هیچ دینی جهاد نیست. آقا دینی جهاد یعنی خشونت دیگه. وقتی خشونت پایه اصلی دین شد، تکلیف معلومه. هر کس هم هر تعبیری ازش میکنه، میگه خب خدا هم آزاد کرده این آسیای مرکزی ها در پوستان. وقتی اسلام رسید به اونجا خوشحال شدن، هزار بار کاسه از آشتاختر شدن، چون شیوه زندگیشون غارت بود و دزدی بود و سرقت بود و اینها. اسلام هم تشویق میکنه در راه خدا، اشکالی نداره، حمله 12 بار به هندوستان، اسمش هم سلطان قاضی. بفرمایید. الو الو، بفرما قربان، بفرمایید. من می‌خواستم بگم که این جریان جنایتکارای می‌کنم قیمتشو دارن
ناسیونالیست ایرانی پرداخت کنه. اصلا متوجه نشدم، یه بار دیگه بفرمایید. میگم این جنایتکارای اسلامی از سال 79 و تا الان تو تمام دنیا قیمت واقعی که دارن ناسیونالیست ایرانی پرداخت. بله بله، صداتون خیلی بد میاد عزیزم. خواستم بگم مطلقا صداتون شنیده نمیشه عزیزم، مطلقا شنیده نمیشه. اجازه بدید با یه هموطن دیگری صحبت کنیم. خیلی از شما پوزش میخوام، صداتون شنیده نمیشه. اصلا من متوجه نشدم که چی فرمودید، حالا یه خرابی تلفن بود یا چه بود، صداتون مسموع نبود. وظیفه دولت برقراری قانون هست، وظیفه دولت تولید قانون هست، طریق مردم در واقع، نمایندگان مردم، قانون گذارانن. وظیفه دولت سیانت از حقوق مردم است، از جمله حقوق مردم حق به دین هست، حق به عقیده. مردم آزاد هستند که هر دینی رو که میخواهند داشته باشند، معابد بسازند، مناسکی داشته باشند. حق دولت بایستی پشتیبانی بکند، سیانت بکند، محافظت بکند، اتفاقی بر آنها نیفتد. نه اینکه یک دین بیاد رافضیگری بگوید من رافضی که الان گرز هستمه بقیه دنیا نجس هستن، همه ادیان باطل هستن، همه تاریخ منحط بوده، ما شیعیان پاک و پاکیزه، نوکران خاندان علی، ما فقط راست میکنیم، این در دست ما، همه پاکی ها و درسته همه غلط گفتن. آقا این جز حماقت که چیزی نیست که شما موش پرستان هم بیا این همینا رو خواهند گفت در باب موش. اینا که مار کبرا می پرستن شما بیا روی تلویزیون به شما خواهند گفت این پاکترین و بهترین ادیانه، چون بر مبنای حقیقت نیست، بر مبنای عقیده است. یادتون باشه هیچ حقیقتی در دین نیست، بر مبنای عقیده است نه بر مبنای حقیقت. سپهر گرامی اشاره کردن که وقت ما تمام شد. من از شما بسیار سپاسگزارم هموطن عزیز، من مفتخرم که در خدمت تو هستم، اینجا نشستم و پوزش میخوام از هموطنانی که آمدن و میسر نشد صحبت کنیم. امیدوارم در دفعات آینده میسر بشه. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.